باید در حال همه یاد بگیم که فعلا یکی از اصلی ترین مسائل ما پروتکل های بهداشتی است که اعلام شده. قصد ورود به انتخابات را نداشتم. امیدوار بودم نیازی به حضورم نشود، اما با توجه به نیامدن برادر عزیزم دکتر جواد ظریف و عدم امکان ثبت نام تعدادی دیگر از کسانی که می توانستند این مسئولیت را بپذیرند و اینکه جبهه اصلاحات ایران رهبران و شخصیت‌های دلسوز اصلاح طلب و بسیاری از جوانان و فعالان سیاسی و مدنی تشخیص دادند که باید به صحنه بیایم، و رغم می و مصلحت شخصی با توکل به خدا از قبول مسئولیت شانه خالی نمی کنم. آبرو و تجربه ام را که متعلق به ملت ایران است تقدیم ملت می کنم. از هیچ تلاش و اقدامی تا آنجا که ارزش ها و هویت اصلاح گرانه ام را تهدید نکند دریغ نمی کنم. می دانم که چه شرایط سختی پیش روی رئیس جمهور آینده است، اما نمی شد راه عافیت پیش گرفت و مردم هم نمی توانم وعده های ناممکن و دروغین بدهم. ما به خون شهدا و هموطنانی که اسیر فقر، رنج و کوله بری و سوخت بری و تبعیزند مدیونیم. آینده را باید با هم بسازیم. امروز خوشبختانه زمینه احیای مجدد برجام و رفع تحریم‌ها که مقدمه‌ای بر گشایش در وضعیت کشور و معیشت مردم است فراهم شده است. نباید در این مسیر ایجاد مانع کنند. فقر، نابرابری فزاینده، توقف بسیاری از کسب و کارها، کاهش مداوم سرمایه‌گذاری‌های نو، خشکسالی، بحران آب، تخریب‌های جبران‌ناپذیر محیط زیست، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی، کاهش امید به اثر بخشی رأی مردم، افزایش فساد، مشکلات ناشی از ساختار بودجه و نظام بانکی و مالیاتی کنونی و مشکلات در تولید صنعت، کشاورزی و خدمات کشور از جمله مسائل مزمن کشور هستند. بحران کرونا و ضرورت سازماندهی قویتر واکسیناسیون رایگان همگانی و سریعتر هم در صدر اولویت ها قرار گرفته است. آنانی که در کارنامه طولانی کاریشان کمتر اقدام واقعی و مؤثری برای حل عملی مشکلات مردم دیده می شود چنان شعار می دهند که قادرن مشکلات پیچیده کشور و مردم را یک شبه حل کنند. من واقعا نگران سنگینی بار این مسئولیتم. با این حال مبتنی بر شناخت وسیع و عمیق از ظرفیت‌های انسانی، مادی و طبیعی و قدرت زیرساختی ایران باور دارم با افزایش ظرفیت و کیفیت حکمرانی و همیاری دولت و جامعه می توانیم بر این مشکلات فائق بیاییم. با مشکلات کنونی کشور از نزدیک آشنا هستم و می پذیرم اگر مسئولانه به میدان نیاییم در بدتر شدن وضع جامعه و خسارت‌های ناشی از عدم ورود به انتخابات ممکن است سهیم باشیم. درک می‌کنم که اکنون بسیاری از هموطنانمان به سوء حکمرانی‌ها معترضند و امیدی به انتخابات ندارند
و راه قهر با صندوق را مطرح می کنند. اما برای بهروزی همین ایرانیان رای روشن تر از احیای صندوق رای و تلاش مصلحانه برای افزایش اثربخشی رای عموم مردم نمی شناسند. تمایل و تشویق مردم به مشارکت حداکثری و کاستن از موانع تحقق آن در بخشهایی از حکومت هم کاهش یافته است. متاسفانه برخی نهادها، رسانه‌ها و مراکز تأثیرگذار ظاهراً بر این باورند که مشارکت حداکثری منجر به شکست جریان و نامزد مطلوب آنان خواهد شد. سوابق آنها که عوام فریبانه مردم می‌کنند نشان می‌دهد که منافعشان در غیاب مردم تأمین می‌شود و ضد مردم سالاری بودند. من برای دفاع از صندوق رأی و حق رأی مؤثر مردم نامزد شدم و با اتکا به رأی ایرانیانی که از مشارکت در انتخابات ناامید شدند امید پیروزی دارم. به لطف خدا و با حمایت و رأی شما می توانم جمعی از بهترین متخصصین و شایسته ترین مدیران کشور را در جهت بست خیر همگانی ایرانیان به همکاری دعوت کنم. برنامه‌ای برای اداره دولت ارائه خواهم کرد که با بهره‌گیری از مشورت و توان بهترین کارشناس‌ها و نهادهای کشور و تجربه گذشته بیش از سایر برنامه‌ها غنا و قابلیت اجرا داشته باشد. مسیر اجرای برجام، رفع تحریم‌ها، ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان را ادامه خواهم داد. جوانسازی دولت و اصلاحات نهادی کاهنده فساد و انواع تبعیض و افزاینده کارآمدی را پیش خواهم برد. آنچه به عنوان معاون اول اختیارش را نداشتم برای بست توسعه فراگیر و پایدار دموکراتیک متوازن و مشارکتی ضروری و ممکن می‌دانم را اجرایی خواهم کرد. متاسفانه در این انتخابات شایسته ترها یا نیامدن یا امکان نامزد شدن نداشتن. بسیاری از شایستگان حتی از مدیریت و خدمت در مسئولیت های دیگر علمی، فرهنگی و اجرایی در مؤسسات دولتی و غیر دولتی محروم می شوند. من اصلاح طلبم ولی می خواهم تواناترین صرف نظر از گرایش سیاسیشان مسئولیت های اجرایی و علمی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور را به عهده بگیرند. از نظر من عامل وضع موجود سه گروه هست. در رأس یک ترامپ نجات پرست ضد ایران ضد بشر، دو کسانی که بهانه به دست دشمنان ایران در خارج دادن، چه اونهایی که در زمان دی 96 تظاهرات به پا کردند که بگویند در ایران دولت اعتبار ندارد و اختلافات را دامن زدند. سه، حتما ضعف‌هایی در مدیران اجرایی در بخش‌هایی بوده است که باید همواره هم پاسخگو باشند و هم عذرخواهی ملت ایران باشند. مافیا نیفته تو گلاب ها. مافیا کسیست که مردم را نسبت به آینده ناامید بکنه و به دنبال انتخابات بیرمقی باشه.